اینجا اردوگاه حزب کمال است در کردستان عراق. کمال یک حزب مسلح کرد است که فعالیت آن به دلیل باورهای سکولار و چپگرایانه در ایران منع شده. اینجا شهر مریوانه. من زانا رشیدی ام. قرار امشب از مرز رد بشم. شرایط مردم تو ایران چطوره؟ بیکاریه. خداوکیلی شرایط خیلی بده. مردم بیکار و بیپولن. کرونا هم که هست. کسی پشت مردم نیست. خیلی خوب زانا جان. برای فردا عصر آماده باش. فردا عصر حتما میاریمت. باشه؟ این اردوگاه برای بسیاری از جوانانی که میخواهند از ایران فرار کنند یک جاذبه است. زانا جان، زانا به تازگی از کوهستان عبور کرده و به اینجا رسیده. بفرما بشین. چند سالته؟ 18. 18 یا 17؟ یکم مونده. پس چرا الکی گفته بودی 18 ها؟ چون میگفتن زیر 18 ساله ها رو قبول نمیکنن. ترسیدم قبولم نکنید. یک عضو کمله از زانا سوال و جواب میکند. او میخواهد عضو شود، اما باید مطمئن شوند که او یک عامل نفوذی نیست. دیگه وقت رسیدگی به موهاتو نداری. گرد و خاک و کوه و کمره دیگه. قبول داری؟ آره، موهامو میزنم. تو ایران که نتونستیم زندگی کنیم و زندگیمون شد هیچی. اومدیم اینجا که برای خودمون یه زندگی دست و پا کنیم. پیشمرگ شدن تنها دست گرفتن اسلحه نیست. اینجا اخلاق یاد گرفتم، درس خوندم و اینکه چطور صحبت کنم. ایران میگوید که کمال یک سازمان تروریستی است که اعضای آن برای تبلیغ به طور غیرقانونی از مرز عبور میکنند. اما کمال میگوید که فعالیت مسلحانه علیه ایران را کنار گذاشته اند. او کسانی که دین بویره با پیشمرگیتی، اونایی که برای پیشمرگه شدن به ما ملحق میشن، شخصیتشون از لحاظ اجتماعی، از لحاظ آموزشی، از لحاظ اقتصادی در هم شکسته. کمال تلاش میکنه که هویتشون رو بهشون برگردونه و از لحاظ روانی بهشون آرامش بده. مقامات ایرانی درخواست بی بی سی برای بحث در مورد کمال را پاسخ ندادند.